شما ده یک دیگر. این یک ویدیو دیگه این ویدیو یوتیوب یک آپدیت از مارکت و بعضی آلت کوین ها را برای شما میدیم از جمله شیبا، کاردانا، چنلینگ، اتریوم و معرفی یک دانه شیت کوین خودم شخصا روی این سرمایه‌گذاری کردم در موردش برای شما معلومات میدیم که چی هست از کجا و چه جوری شما میتونید خرید کنید من فکر کنم یک ویدیوی بی‌نهایت جذاب و عالی برای شما تهیه کردم فقط ویدیو تا انتها با من همراه باشین اگر هنوز ویدیو لایک نکردین ویدیو لایک کنید جدید هستین در کانال کانالم سابسکرایب کنین تو کنارش روی آل قرار بدین تا ویدی بعدی یوتیوب از دست ندین دیشب قیمت بیت کوین رفت پایین تا هزار دلار در لینک چرا دیشب قیمت بیت کوین رفت پایین تا 55000 دلار دیروز دولت آمریکا و بریتانیا به توافق رسیدن برای توقف کردن استفاده غیر قانونی ارزهای یا یک خبر بی‌نهایت مثبت و خوب در بلند مدت هست اما در کوتاه مدت تاثیرات منفی داره روی مارکت بعدش اون سمت بورس آمریکا اس 500 و طلا هم دیروز ارزشش بد رفت پایین اینا هم رپ داره یا رابطه داره با مارکت ارز دیجیتال در غیر از دیگه کدام خبر منفی در مارکت نیسته لازم که من ویدیو رو, رو زحمت مون بیت کوین روی 57000 دلار معامله میشه اتریوم 4300 دلار و ویدیو رو میخوایم برای شما با این توییت های جنجالی امروز بین سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال شروع کنم چند روز قبل سرمایه گذاران کوین در صرافی بایننس مشکل خروجی داشتن نمیتوانستن ارز کوین از صرافی بایننس خروج بدن توسعه دهندگان کوین این مشکل انداختن گردن صرافی بایننس صرافی بایننس انداختن گردن توسعه دهندگان کوین شما که الان توسعه دهندگان دوچ کوین در حال بروز رسانی های دوچ کوین است در حال یک بروز رسانی ها برای دوچ کوین هسته اینجا ایلون ماسک در یک سلام فرستاده برای مدیر صرافی بایننس و بعدش گفتن چه اتفاق افتاده برای سرمایه گذاران دوچ کوین و باز پایین ژان پاو مدیر صرافی بایننس کامنت نوشته که این چیزی واضح هسته که به خاطر همین آخرین بروزرسانی رسانی که توسعه دهندگان دوچ کوین در حال انجام دادنش برای والت دوچ کوین هستن و گفته که ما در حال گفتگو با توسعه دهندگان خود ما هستیم منظورش توسعه دهندگان صرافی بایننس و گفته که ما معذرت خواهی می مگر اگر ای بایس نگرانی تو شده هدفش ایلون ماسک است بعدش اینجا نوشته گفته که چی اتفاق افتاده اینجا اگر ما روی از این لینک کلیک کنیم چند وقت قبل دوازده هزار تسلا در آمریکا یک گلچ برش پیش آمده شما میدونید که داخل خودروهای تسلا یک اسکرین های اونجا طراحی شده است که ما میتونیم تلفن رو روی از اسکرین استفاده کنیم دیگه همه شما میدونید چند وقت قبل برای دوازده هزار خودروی تسلا در آمریکا یک گلچ پیش آمده یعنی کلان از کار افتاده اه هدف اه جانگ پاو از نش... نشر کردن این لینک یا ای پستی هسته که خب صرافی هستن بعض وقت دوچار مشکلات فنی مشه و یک چیزی خیلی عادی هستن بعد اینجا ایلون ماسک دیگه زیر از کدام کامنت ننوشته دیگه نتونسته زیر از کامنت جان پاو جوابی بنویسه امروز در مورد خیلی مطلق به داخل توییتر بین سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال بعدش این سمت آقای جو بایدن جرم پاول برای پنج سال دیگه همو مدیری فدرال رزرو آمریکا انتخاب کرد و این یک چیز خیلی خوب برای مارکت ارز دیجیتال هست چون جرم پاول یک شخص علاقمند یا یک از طرفداران مارکت ارز دیجیتال هست در نوفتن که جرم پاول گفته بود که ما استیبل کوین ها را یا استیبل ها باید قانون گذاری بشه ای خبر یقین خبر خوب برای مارکت در بلند مدت هسته و بیت کوین آرچیف در یک توییت اینجا یک هم چیزی که شما در تصویر می‌بینید نشکده و اینجا نوشته که ماینرها پس دوباره در حال جمع‌آوری های بیت کوین کرده در همین های پایین و این سمت دیگه یک از بزرگترین بازیکنان NFL قراره از ماه بعد حقوقش کامل بیت کوین پرداخت بشه با همکاری اپلیکیشن کش اپ شخصی که میلیون ها میلیون ها طرفدار دور دنیا داره شما ببینید که از همه الان بزرگترین ورزشکاران دنیا میخواید دستمزد خود بیت کوین بگیرن خیلی جالبه و یک اوقول مانش فقط فکر کنم بودن یک میلیون دلار بیشتری بیشتر هست که قرار برش بیت کوین پرداخت بشه ای ای ام سی رو دیگه شما میدونید که الان اونجا ما میتونیم با بیت کوین تیکت هایش رو خرید کنیم و یک سینمای دیگه هم به نام ریگال امروز اعلام کردن که اونا هم در پرداخت در فروش های تیکت های خود در پرداخت از بیت کوین پذیرایی و اینا هم داخل وبسایتش هست ما رفتم یک بررسی کنم من قبلا با یه آشنایی نداشتم منتها سین... کدام سینما هسته و بزرگترین بانک بزرگترین بانک استوانیا از هفته بعد برای مشتریان خود اجازه میده که همونجا داخل حساب های بانکی خود بیت کوین بخره هولد کنه مستقیم ای واقعا برای من جالب بود یعنی داخل یک بانک داخل حساب بانکی خود مشتریانی بزرگترین حالا اینجا نامش ننوشته؟ بزرگترین بانک استونیا برای مشتریان خود امکان ازیر از میده که اونجا بتونه مستقیم بیت کوین خرید کنه اینجا البته من توییت بیت کوین آرشیو یک زدم و این واقعا توجه منو برد اول مثلا ای, ای, ای ام سی شروع به پذیرش بیت کوین کرد الان بعدش ریگال موویز اول پیپال بیت کوین برای مشتریان خود در پرداخت اضافه کرد به زودی دیگه سرویس های پولی الان ال بیت کوین تشخیص داده و به زودی دیگه کشورها صد درصد اتفاق میفته و فقط کافیه که دیگه کشورها بفهمه که بیت کوین چی هسته و شبکه ایتیریوم سخت در حال پیشرفت هسته زیر های دوی ایتریوم تی مجموعی پول هایی که رویش قفل شده دو برابر شده پلتفرمی آنالی... آنال... آنالیس ال بیت یک ریپورت را پخش کرده که روی چندین تا پروژه های زیر دوی ایتریوم در همین چند ماه گذشته TV... ها تقریبا دو برابر شده در بالاترین سطح خود رسیده در 5 اشاری 64 میلیارد دلار و اینجا ما ای قشنگ میتونیم مشاهده هم کنیم آربیتروم، دیوای دی با اینکه قیمت در قسمت پرایس اکشن قیمت اتریوم چنان تغییرات نیامده آمده چند وقت گذاشتم تا پیشرفت کار در حال جریان هست در روی شبکه ایتریوم و این سمت دیگه چین لینک در یک بلاک پست نوشته که وات از متاورس متاورس چی هسته خب دیگه دیگه قدر کافی تا اندازه شما میدانید که متاورس چی هسته این خبر جالب هسته برای سرمایه گذاران چین لینک چرا خب الان اینجا کلا بلاکچین کشور برای متاورس هسته و هر کمپانی که میایه یک کار متاورس خودش رو منه میشه شهری او کشور و بین همه اینها حالا متاورس به روی پالیگان اتفاق بیفته روی نمیدونم سولانا بایننس هارمونی اولانچ، ایتریوم کاردانا بیت کوین اینجا چین لینک زیر ساخت وصل دیتابیس با دنیای دیجیتال دنیای بلاک چین هستن الان دیده میشه که چینلینگ از همین الان آمادگیش رو گرفته که همه کارهای یا ورود شدن دنیای متاورس روی دنیای بلاکچین را انجام بده و پروژه استیبل کوین کاردانا آردانا با نیر پروتکل یک پارتنرشیپ رو شروع کردن برای مهاجرت دادن برای مهاجرت دادن توکن هایی که روی شبکه ایتریوم هستن یا دیگر بلاکچین ها و همچنین برای مشتریان خود امکان از رو بیده بده که اونا بتوانند روی شبکه کاردانا در مقابل ارز کاردانا این خبر خوب برای کاردانا هستن که بتوانن ارز قرض بگیرن لوریج کنه و همچنین بتوانن یعنی با ارز کاردانا حمایت و پشتبانی روی دیگر بلاکچین ها رو هم داشته باشن صرافی کریپتو دات کام الان امکان خروج دادن واریس کردن و خروج دادن ارز شیبا و دوچ کوین در برای مشتریان خود به واسطه کروناس آره زیر شبکه ای آر سی بیست داخل صرافی و همچنین اپلیکیشن را اندازی کرد و اون سمت دیگه صرافی بایننس در آمریکا الان امکان ازیر یا امکان نظیر ساخته که مشتریانش بتونن مستقیم با یو شیبا خرید کنم قبلا با یک ارزی دیگه می خریدی. الان میتونه مستقیم با شیبا خرید کنم ارز شیت کوین یا شیت کوین که من میخوام برای شما دی ویدیو معرفی کنم نامش است فلوکی اینو دلیل اینکه چرا من فلوکی اینو رو خواستم برای شما معرفی کنم و قبل از اینکه در موردش این مورش بیشتر توضیح بدیم ای ارز تحت هیچ عنوان تحت هیچ شرایط مشوره سرمایه گذاری نیست توی که ای ویدیو رو میبینی اگر بعدا رفت روی از ارز سرمایه که کردی حالا اطلاع رسانی منم بعدا اگر پول خود رو از دست دادی نیستم ای ارز دقا نمونه های نمونه شیبا نمونه دوچ کوین هستن یک میم کوین هست میم کوین میشه گفت اینا با لیگ فوتبال هند با لیگ با لیگ فوتبال هند پارتنرشیپ شروع کردن برای من خیلی جذاب و جالب بود قرار از این بعد لوگوی همین فلوک اینو روی لباسای لیگ هند باشه یا دیده بشه و بعدش این سمت دیگه حالا تویترش توییترش هست برین خودم در توییتر در توییتر حتما فالو کن ریل فلوکی اینو ریل فلوکی اینو وقتی بری داخل توییترش یک سری کارامارای بزرگ اینا داره انجام میده البته نگفتن گفتن که یه از چند روز قبل روی یک میلی بس میگین یا اتوبوس میگین چی میگه نه اونجا یک تبلیغات رو شروع کرده بودن بعد فکر کنم دولت, آره دولت, دولت 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 بریتانیا در از دامور شکایت کردن الان زیر بررسی هستن امی فلوکینو در نزد دولت بریتانیا منطقه دیدم میشه که یارز در حال یک سری کارای بزرگ هستن اگر ما داخل توییتر شیم مقدار پایین تر بریم مثلا travla.com در مورد از این توییت زده بعدش اینجی بنزیگا یک منبع بزرگ نشر اخبار ارزی دیجیتال هسته خب اینا تبلیغات منن یقینا خب اینو برای از اینو پول میدن که تا بنزیگا در مورد ازی صحبت کنه اگر ما روی از این لینک کلیک کنیم بعد اینجا یک سری توضیحات نوشته و اینجا دیده میشه که ای فلوکینو میخوای بره مینستریم محلی در کشور نایجیریا بشه منطقه شیت دیگه بعد از این پارتینرشی که با این لیگ هند شروع کردن یک مقدار برای من جالب بودن چون این لیگی که من مثلا ما روی موزر ببرم روی یوزرش 1.8 8 میلیون فالوور در تویتر دارن اونا آمدن با یک میم کوین پارتنرشیپ شروع کردن و این طرفش بنزیگا نمیشته که اینا میخواین مینستریم محلی در کشور نایجریا بشه و اینی هم قیمت حال حاضرش هستن نزدیک که من ویدیو برشم و زبانم سفر 10 دلار مارکت کپش هم تقریبا بالا هست ها 1.6 میلیارد دلار من خودم شخصا روی سرمایه کردم اما انتظار از زیر دارم که پولم کلا شاید از دستم بره حالا اگر شما سوال کنین فقط جهاد اطلاع رسانی از کجا و چی شما میتونین خرید کنین فقط جهاد اطلاع رسانی هستن این رو شما سر صرافی گدادایو خرید کنین از یونی سواب خرید کنین پنکک سواب خرید کنید حالا اگر خواستن خرید کنین بهترین جای پنکیک سواب هستن چون یونی سواب دستمزد خیلی بالا هستن بعد اگر شما بیاین در کانال یوتیوب من در قسمت پلیلیست اونایی که هنوز از تراس والد استفاده نکردین اینجا ما برای شما ویدیو آموزشی مکمل تراس والد را قبلا تراس والد را برای استفاده پنکیک سواب گذاشتم امیدوارم که ویدیو برای شما مفید بوده باشه ویدیو را لایک کنین کامنت بنویسین که من شما را در ویدیوی بعدی ببینم تا ویدیوی بعد خدا نگهدار